هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون از ایالت هامبورگ آلمان به شما سلام تقدیم میکنم در راستای معرفی شخصیت های علمی، هنری، فرهنگی و سیاستمداران افغانستان و کانون های فرهنگی در افغانستان و در, از و در خارج از افغانستان کوشش می که همیشه گزارشات را برای هموطنان عزیز در داخل و خارج افغانستان تهیه بکنم من فعلا در هامبورگ هستم در مرکز فرهنگی اسلامی حضرت بلال و افغان ها خبر دارن و یک مرکز بسیار کلان یا وسیع در هامبورگ است که از ده سال قبل فعالیت زی به یک مرحله جدید رسیده یعنی به مرحله رسیده که واقعا در خوره توجه است و ما با آقای عبدالواحد حیدری که یکی از بزرگان این مرکز افتن و مدت ده سال است که مرتب به آلمان میان و در ارشاد اسلامی و فرهنگ اسلامی افغانستان تعداد زیادی شاگرده هستند و من کچی میکنم که اصلا صحبت را بدون به دست آقای حیدری و اولا ازشان پرسان بکنم که چند سال است که در خدمت مرکز فرهنگی اسلامی حضرت بلال قرار دارن و حوالات ابتدایی که در اوایل آمدن چه چیزهایی است لطفا برای بینندگان ما توضیح بدن بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از جناب آقای منجم زاده که این فرصت را فراهم کردند تا بنده عرایزی را خدمت شما تقدیم بدارم همون گونه که شما اشاره فرمودید از سال 97 بنده به آلمان آمدم به ایام محرم و سفر و ماه مبارک رمضان که ایام تبلیغی هست در خدمت هموطنان خودم در شهر هامبورگ بودم جوری که نقل میکنن حدود سی هزار افغانی در شهر هامبورگ زندگی میکنن که مجموعا ما سه تا مسجد داریم در اینجا یک مسجد مسجد همین مرکز فرنگی اسلامی افغانستان مسجد بلال هست یک مسجد هم مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلامه یک مسجد هم مسجد کلتوری افغان ها جامعه افغان هاست که مجموع نیست مسجد هست که بنده بیشتر در همین مسجد بلال هستم البته گهگاهی سخنرانی های در دو مسجد دیگر هم خدمت برادران عزیز داشتم در این ایام ما سعی ما بر این بوده که نیازهای جامعه را بشناسیم و بر اساس نیازهای جامعه بحث فعالیت های فرهنگی داشته باشیم که از برکت ماه مبارک رمضان ما شبها هر شب سخنرانی داریم افتاری داریم برای مؤمنان روزها هم همچنین نماز جماعت داریم و برنامه احکام را برای مردم بیان میکنیم ارشادات اسلامی را بیان میکنیم اخلاق اسلامی را بیان میکنیم ضمن اینکه جلسات قرآنی هم ما در مرکز فرهنگی در شبهای ماه رمضان داریم در ایام محرم که ایام سوگواری و شهادت سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و السلام سبت پیامبر گرامی اسلام هست توفیق نصیب میشه که عاشقان جمع میشوند که ازاداری در واقع یک بهانه ای هست و در واقع ما اینجا احکام اسلام را بیان میکنیم. مردم ما با دستورات اسلام با عقاید اسلامی با اخلاق اسلامی و با احکام اسلامی آشنا میشن که این سخنرانی ها ثبت شده و در اختیار عموم هم قرار گرفته الان در کشورهای مختلف الحمدلله این سخنرانی ها بحث میشه این البته ضمنا ما در مسجد بلال هایی برای کلاس های برای دانش آموزان کلاس فارسی کلاس قرآن سایر برنامه هایی هم داریم که اگه سوال داشتید بنده در خدمت شما است البته همین سوال بعدی که عبارت از حضور فعال جوانان پسر و دختر و نوجوانان برای فرا گرفتن زبان زبان های مادری و همچنین احکام اسلامی اگر تخمینا بگوین که در این مدت چقدر شاگرد در این به اصطلاح از آموزش ها بعد متوسط یا کمتر یا زیادتر برخوردار شدن و تعداد معلمین هم هستند در رابطه با سوی معلمین که در چه سوی هستند و تعداد شاگرد ها اگر تخمینا بگوین که در این مدت چقدر از این چه به اصطلاح فارغ و تحصیل بی که احکام اسلام ده و زبان مادری را به طور یاد گرفتن که بتونن در جامعه از او استفاده بکنند البته در ادامه اون سوال قبلی شما من این را عرض کنم که بنده از سال 97 اینجا آمدم و الا عزیزان ما خدمتگذاران مسجد بلال قبل از بنده اینجا رو تاسیس کرده بودند و بزرگان زحمت کشیدن و برای نگه داشتن این مکان واقعا خون جگر خوردن که ما هم در خدمتشان بودیم و خداوند متعال به همه اون عزیزان جزای خیر عنایت کنه از اون جایی که در این کشورها خب مدارس چی آلمان باشه هلند جای دیگه همین زبان بومی این کشورها را آموزش میدند و قهرن درس هم به همون زبان هاست و می که ما به عنوان یک مسلمان او زبان مادری خودمان را و زبان فسیح فارسی را به چای ما نباید فراموش کنند چون بزرگترها که زبان فارسی را بلد هستند اما این بچه هایی که اینجا به دنیا میان با زبان فارسی مشکل دارن. و لذا بزرگان این مرکز در صدد شدند که بخش عمده ای از این مسجد را و این مرکز را برای آموزش زبان فارسی که در دنیا واقعا زبان فارسی شیرین ترین زبان هست این را آموزش بدن و الحمدلله ما به گاهی 300 نفر 400 نفر کمتر بیشتر تا سنف پنجم ما اینجا برنامه داریم اینو آموزش میبینند و به مراحل بالاتر میرن باز قرآن میخوانند و خلاصه زبان فارسی رو یاد میگیرن با نونهالان جدیدی در اینجا پذیرفته میشند و مشغول آموزش زبان فارسی هستند که اساتیدشان هم خدا به همه اونها جزای خیر بده در حد لیسانس هستند تقریبا که تبرعا مجانا با افتخار افتخاری میان درس میدند و از خداوند متعال میخواییم به همشون جزای خیر انایت بفرماید طوری که گفته میشه از جایی که هر مرکز اسلامی در اروپا یک سلسله قوانین را باید مراعات بکنن و این مرکز باید رسمیت داشته باشه نزد مقامات حقوقی آلمان و همچنین بعضی وقتا ملاقات های با مسئولین آلمان صورت میگیره و این نشان میده که افغان ها در مراکز اسلامی در تلاش هستند که یک زندگی مسالمت آمیز را با مردمان و فرهنگ های دیگه هم انجام بدن لطفا اگه در رابطه اطلاع داشته باشین صحبت بکنیم البته مرکز فرهنگ اسلامی افغانستان مسجد بلال از نظر دولت آلمان یک مرکز رسمی هست مسجد ما در ضمن شورای مساجدی است که در شهر هامبورگ هست ما حدود 28 تا مسجد شرکت دارن البته مسجد بیشتر از اینها هست این 28 تا مسجد یک شورای دارن به نام شورای مساجد که از نظر دولت آلمان به رسمیت شناخته شده اینها تقاضاهایی دارند از دولت آلمان و تقاضای اونها مورد بحث و بررسی در نزد مقامات آلمان علاوه بر اینکه مسجد ما هم خودش رسمیت داره و در سال یکی دو بار مقامات آلمان دعوت میکنن و ما نماینده میفرستیم در اون جلسات شرکت میکنن و بارها از مساجد ما و از برنامه های ما کلا از شورای مساجد و مخصوصا از مسجد بلال تشکر کردن از نظم و ترتیبی که داریم الحمدلله تا الان هیچ حادثه اتفاقی الحمدلله نیفتاده چون سعی کردیم ما تمام ضوابط حکومت آلمان را مراعات بکنیم و همیشه هم به مردم سفارش میکنیم که ضوابط این کشورها برای ما محترم است و باید این احترام حفظ بشه با وحدتی که بین های افقانهای... مقیم آلمان خصوصا شهر هامبورگ هست با در نظر داشت ای که سه مسجد وجود داره ولی همکاری و همانگی بین این مساجد به اندازه هست که شما بعضی وقتا به علت عدم داشتن روحانی در مساجد اگر همیشه در ارتباط با این مساجد هستین و این سمیمیت به اندازه هست که در اکثر مراسم تمام برادرها و خواهرای افغانستان همه هم با هم شرکت میکن آیا تجربه در این رابطه اگر دارین لطفا صحبت بکنید ما یکی از صحبت‌های اساسی ما در ضمن سخنرانی‌هایی که می‌شود چه در ماه مبارک رمضان، چه در ماه محرم، یا در ماه سفر، یا های دیگر همیشه مردم ما را سفارش می‌کنیم به اتحاد که البته اتحاد زبانی نمیشه. عملا هم سعی کردیم لذا رفت آمد در مساجد داشتیم، به او دوستان ما هم آمدن گرچه او جور ایدئال نبوده ولی بله خدا را شکر میکنیم ما ارتباط داریم رفت آمد داریم به سایر مساجد هم شرکت میکنیم اینجا مسائل مذهبی الحمدلله زیاد دامن زده نمیشه شیعیان در مساجد اهل سنت شرکت میکنن اهل سنت در مساجد شیعیان شرکت میکنن بنده بارها در مسجد حضرت ابراهیم که از برادران عزیز اهل سنت ما هست شرکت کردم در سخنرانی های اونها شرکت کردم خود بنده اونجا صحبت کردم در نماز جماعت اونها رفتم شرکت کردم و آرزوی ما اینه که این اتحاد و وحدت در سراسر سر جهان اسلام مخصوصا در افغانستان عزیز ما هم پیاده بشه تا مردم از شیرینی وحدت بهره مند بشن آقای هیدری به عنوان آخرین سوال آیا فعالیت مرکز اسلامی حضرت بلال و مساجد دیگه که در اینجا هستند و حضور شما در اینجا در ای چند سال آیا تحولات مثبتی را در راه شناخت اکام اسلامی برای افغانها و علاقمندی افغانها و حضور نارا در این مراکز چطور میبینید؟ البته عزیزان ما که در داخل کشور افغانستان هستن یا در کشورهای اسلامی زندگی میکنن شاید از این کشورها یک تصور دیگر داشته باشن اما این را که بنده عرض میکنم تجربه ده ساله بنده است ما الحمدلله این مراکز فرهنگی ما از نظر مثبت یعنی بود مثبتش اونقدر زیاد بوده که می توانم به طور قدر به شما بگم عزیزانی که در این مساجد و در این مراکز شرکت میکنن، الحمدلله همه اهل نمازن خانمها اون حجاب اسلامی را مراعات می اخلاق اسلامی را مراعات می و مسائل حلال و حرام را متوجه هستن و کسانی که با این مراکز سر کار ندارند خب قهرن چون محیط محیط اسلامی نیست قهرن در ایمانشان در رفتارشان اثر داره بنابراین یکی از ضروریات زندگی مسلمانانی که در خارج از کشورهای اسلامی زندگی میکنن بودن این مراکز است و بودن این مساجد است که مردم با احکام اسلامی آشنا بشن و الحمدلله ما این را در طی این ده سال مشاهده میکنیم و عزیزان از ما واقعا در طبق دستورات اسلام عمل میکنن خب آقای حیدری از شما تشکر میکنم بینندگان عزیز ما گزارشات زیادی را از مرکز اسلامی مسجد حضرت بلال تهیه کردم که در اونجا این مرکز توسط یک شورای امانات تشکیل میشه و تمام تصامیم مشورتی و شورایی انجام میشه با بعضی از مسئولین و امنای مسجد صحبت کردم و همچنین از بعضی کلاس ها عکاسی کردم و کوشش میکنم که از سخندانی های آقای هیدری هم مقداری را در یک کاست تیه بکنم تا ای که این یک نمونه باشه از فعالیت های اسلامی مرکز حضرت بلال به داخل افغانستان خیلی کسا فکر میکنن که شاید افغان ها برافتن در بیرون خیلی مسائل اسلامی خود را فراموش کردن و این میتونه نویدی بده که افغان ها در هر جایی که هستن توری که آقای هیدری هم گفتن بالاخره به با و مسائل دینی خود میپردازند و ما بازم در ختم میخواستم که ختم صحبت را با آقای هیدری باگذار بکنم که در آخرین لحظه اگر چیزی و پیامی رو دارن خدمت بینندگان عزیز تقدیم بکنن با تشکر از شما یک نکته دیگری را که خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز ارس کنم یکی از فعالیت های ما در مجموع همونجوری که جناب های منجم زاده اشاره فرمودن که هیئت منایی این مسجد زحمت میکشند بنده هم به عنوان یک خادم در خدمتشون هستم کار قرآنی است که الحمدلله در اینجا انجام شده و اون کار قرآن این است که ما می خواهیم مجموعه قرآن را که نسخه نجات بخش بشریت از زلالت ها و گمراهی هاست با زبان ساده و با زبان مردمی که جوان ها بپسندن و بفهمن قرآن را ما بتوانیم تفسیر کنیم البته تفسیرها ها خیلی مفصله که اگه بخویم کل قرآن را تفسیر کنیم خیلی مشکله لذا یک برنامه چیده شد که مجموعه قرآن را ما به عدد روزهای سال یعنی 360 روز برای هر روز یک جلسه جلسه چهل دقیقه برنامه ریزی کردیم که انشالله مجموع قرآن را ما ثبت کنیم که خدا را شاکرم تا امسال که سال 2006 هست مجموعه قرآن هست ما 20 جزء از قرآن را تفسیر کردیم در طی 270 جلسه که انشالله ده جز دیگه هم تقریبا ثبت میشه و این به صورت دیویدی و به صورت امپیتری ثبت میشه و در اختیار عموم قرار گرفته الان به کشورهای مختلف آمریکا استرالیا هلند کشور فرانسه اینا داخل ایران فرستاده شده انشالله که منتمیس دعای شما هستیم که بتونیم ما این را کامل کنیم و به جامعه قرآنی به قرآن دوستان را تقدیم کنیم در اخیر از خداوند متعال می خواهیم به حق قرآن مجید توفیق خدمت در راه دین مقدس اسلام را به همه ما لطف و مرحمت بفرماید وحدت و یک پارچگی را در میان کشورهای اسلامی مخصوصا کشور عزیز و مظلوم ما افغانستان منتشر فرماید و عواقب امور همه ما را ختم بخیر بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته